پست پرفکت یعنی ماضی بعید یا گذشته کامل. این چیزی که توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم. سلام، وقتتون بخیر. اگه ویدیوی قبلی رو ندیدین توی دوره گرامر حتما ببینید. من یه جدول درست کردم از تنس های انگلیسی، از 12 تا تنس انگلیسی. خب و اون جدول رو فایل پی دی افش رو شما توی دیسکریپشن میتونین دانلود کنید. یه لینکی گذاشتم اونجا برین دانلود کنین، پرینت بگیرین، پرینت آسه رنگی لامینت کنین، بزنین به دیوار اتاقتون. هر روز مرورش کنید، هر روز. مهمتر از این تنس ها در انگلیسی هیچ گرامر نیست. تو تمام ویدیوها من دارم اینو میگم، خواهش میکنم این کارو بکنید، حتما هر روز تنس ها رو مرور کنید. و الان که به این نقطه رسیدیم، یعنی الان من دارم به شما پرزنت پرفکت رو درس میدم، یه ویدیو کلی اساسی راجع به تمام اینا ساختم، یه ویدیو راجع به ستون اول ساختم و سه تا راجع به ستون دوم و یکی پرزنت پرفکت، یعنی 6 تا ویدیو قبل از این وجود داره. حتما اون 6 تا ویدیو رو اول ببینید، بعد به این نقطه برسید. توی تک تک اونها چیزای ارزشمندی میگم، نکات بسیار مهم آموزشی بهتون میگم که باید بدونید تا به این نقطه برسید. خب پرفکت یعنی چی؟ توی ویدیو قبلی بهتون گفتم و ویدیوهای قبلی هم بهتون گفته بودم مفهوم پرفکت یعنی چی؟ پرفکت یعنی تمام شده، یعنی کامل شده. یک عملی که تمام شده، اتفاق افتاده، کامل شده و تمام شده. خب به صورت کلی بخوام راجع به این ستون بهتون بگم، پرزنت پرفکت یعنی عملی که قبل از پرزنت تمام شده، پس پرفکت یعنی قبل یک عملی که قبل از یک عمل دیگه در گذشته تمام شده بود، اتفاق افتاده بود و تمام شده بود. و فیوچر پرفکت یعنی یک عملی که قبل از یک چیز دیگه در آینده اتفاق خواهد افتاد و تمام خواهد شد و اثرش رو در آینده خواهد گذاشت، و پرزنت پرفکت اثرش رو در حال خواهد گذاشت و پست پرفکت اثرش رو در گذشته خواهد گذاشت. حالا این یعنی چی؟ یه مثال کوچولو پرزنت پرفکت براتون بزنم و توی تک تک ویدیو هم دارم میگم، یه ویدیویی ساختم که فارسی استفاده کنید در یادگیری انگلیسی، مخصوصا در یادگیری گرامر اینجا گذاشتمش، حتما اون ویدیو رو ببینید، حتما ببینید. اوکی ترجمه کنیم پرزنت پرفکت رو. من دستهایم را شسته ام، و توی ویدیو قبلی بهتون گفتم که اینو یکم کتابی ترجمه کنین تا یاد بگیرین، بعد عامیانش کنین. من دستهایم را شسته ام، من غذا خورده ام، من ایمیل را فرستاده ام. یعنی چی؟ اون تیکه که بهتون گفتم تأثیرش رو در حال میذاره. یعنی چی؟ یعنی اینکه در گذشته این اتفاق افتاده، تمام شده و الان اثرش رو شما میبینید. دستای من تمیزه، من دستایم رو شسته هم. نگاه کن اثرش چیه؟ اینی که الان دستایم تمیز است. من غذا خورده هم، یعنی که الان گشنم نیست. این پرزنت پرفکت در واقع شما یه چیزی میگید ولی یه چیز دیگه منظورتونه. خیلی جالبه. پست پرفکت ترجمهش من غذا خورده بودم قبل از اینکه شما برسی. Before you arrived, I had eaten. قبل از اینکه شما برسی خونه، من غذایم رو خورده بودم. و در اون لحظه که شما رسیدی دیگه من گشنم نبود. حالا لزوما ارتباط زیادی به گذشته نداره. Present perfect که خیلی به حال ربط داره. Past perfect میتونه ارتباط داشته باشه، میتونه نداشته باشه. هرچه گرامرها سطحشون بالاتر نمیره، سخت‌تر نمیشه. این خط هایی که بلری میشه بینشون، یعنی مثلا شما نمیتونید یه خط بکشین بین این قسمت و این قسمت این گرامر، اون خط رو میبینیم بلریه، یه خط مبهمیه، مثلا بعضی وقتا خطی وجود نداره. یعنی چی؟ به زبون ساده تر بگم، یادگیریشون یکم سخت‌تر میشه، توضیحشون یکم سخت‌تر میشه، فانکشناشون یکم سخت‌تر میشه، فرماشون یکم سخت‌تر میشه. اوکی، ولی حالا پرزنت پرفکت هم بازم گرامر آسونی، چیز خاصی نیستش. چجوری ساخته میشه؟ بهتون گفتم تمامی گرامرها فرم دارن، فانکشن دارن. پرزنت پرفکت فرمش چیه؟ had به علاوه پی پی. پی پی چیه؟ پست پارتیسیپل. پست پارتیسیپل ما توی فارسی چی میگیم؟ هیچی نمیگیم، چون توی ما چون که توی فارسی پست پارتیسیپل نداریم. فعل های فارسی سه حالت ندارن، دو حالت دارن، گذشته و حال دارن و آینده. پست پارتیسیپل سه حالت و پس در نتیجه ما پست پارتیسیپل توی فارسی نداریم. یه مفهومی که توی انگلیسی وجود داره و فقط هم باید اسفسش کنیم. تمام. Go, went, gone. Do, did, done. فقط اسفس کنید. اوکی؟ به همین سادگی. خب پس ما had که فعل کمکی هست، به علاوه پی پی فعل، حالت سوم فعل استفاده میکنیم. و فعل کمکی ستون دوم چیه؟ have به علاوه پی پی. Have or has برای present perfect، had برای past perfect و will have برای future perfect. اوکی؟ پس
فعل هفت فعل کمکی ستون سوم است که در ستون اول باها بهتون گفتم فعل اصلیه. I have an umbrella. من یک امبرلا دارم. متوجه شدیم؟ خب برگردیم سراغ present perfect. ببخشید past perfect. خب پس شد یک عملی که قبل از یک عمل دیگر در گذشته اتفاق افتاده بود و تمام شده بود. مثالش رو نگاه کنیم. When I arrived home last night, she had already eaten dinner. وقتی رسیدم خونه اون غذایش رو خورده بود. ببینید این رو هم به تنهایی نمیتونیم استفاده کنیم. Past perfect یک گرامری نیست که بشه stand alone به تنهایی اون رو استفاده کرد. بگیم این جمله غلطه. I had already eaten dinner. خب قبل از چی؟ قبل از چی غذا خورده بودی؟ I had sent the email. من ایمیل رو فرستاده بودم. خب قبل از چی؟ متوجه شدین؟ I had already sent the email before my boss asked me. قبل از اینکه رئیسم بپرسه فرست ازم بخواد که بفرست فرستاده بودم. یادتونه تو چند تا ویدیو اخیر گفتم پادشاه این جدول سیمپل پرزنت و سیمپل پسته؟ میبینید؟ این رو هم با سیمپل پس استفاده میکنیم. پس کنتی یکی پس پرفکت که ما در قیاس یعنی در ارتباط یا با کمک سیمپل پس استفادهش میکنیم. یکی پس کنتینیوس بود که ما با سیمپل پس استفاده میکردیم. When I arrived یا مثلا I was playing computer games when he arrived. خب سیمپل پس دیگه. و یکی هم پرزنت پرفکت بود که ما در قیاس با سیمپل پست استفاده میکردیم. حالا شما ها من چیزی بهتون بگم، بعضی از شما حتی سیمپل پست برخی از فعلا بلد نیستیم، حالت گذاشتشون هم حتی بلد نیستیم، فعلای بیقاعده. این خیلی بده، این خیلی بده، چی برسه به حالت سومشون. همین ویدیوهای من همینجور تونتون دارید نگاه میکنین بدون اینکه به این وقت بذارید اونا رو یاد بگیرید، بدون اینکه وقت بذارید ببینید اون جدول رو از حفظ کنید، همینجور ویدیوهای من رو دارید تونتون نگاه میکنید یا همینجور دارید الکی گرامر میخونید. اصلا این کار خوب نیست. وقت بذارین یه روز دو روز که چندین بار مرور کنید، 7-8 بار مرورش کنید، خب بخونید، از همجو آهنگوار از حفظ کنید. Do did done مثلا، have has had، همجو از حفظ کنید دیگه. اوکی forget forgot forgotten cut 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 بعضی شبیه همه. مثلا من میگم she cut her hand، شما میگین که باید اس سوم شخص بگیره she cut her hand. میگم نه آقا این گذشته cut 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 گذشته. میگی فهمیدین؟ یا مثلا میگم he put the baby down، بچه رو گذاشتم. این میگه این که اس سوم شخص بگیم. میگم نه این گذشته put، کجا بفهمی گذشته چون اس سوم شخص نگرفته. همونا هم بلد نیستیم، کلی به مشکل میخوریم در یادگیریتون. پس یه پازی بکنید، یه بریکی به خودتون از گرامر بدید. اوکی یه بریکی از گرامر به خودتون بدید، اونا رو اسفس کنید و فراموش نکنین. همینجور که دارین دوره گرامر رو میبینید، خب من تقریبا وسطاشیم، خب همینجور که دارین میبینید کلمه باید بخونید ها، خودخوانی. اگر مخصوصا برای از اون آیست این آمده میشین، من یه ویدئویی ساختم اینجا میذارم که قشنگ مسیر خودخوانی رو براتون فراهم کردم، حتما اون ویدیو رو ببینید و چجوری حتی تو اون ویدیو بهتون یاد میدم چجوری از ویدیوهای خود من تو این کانال استفاده کنید. تمام مهارت‌ها رو من دست دادم، ریدینگ، لیسنینگ، رایتینگ، اسپیکینگ، همه رو دست دادم. قشنگ تو اون ویدیو بهتون میگم که چجوری از اونا استفاده کنید به صورت خودخوان. پس یادتون نره وسط گرامر نه در حال خواندن گرامر شما باید کلمه هم یاد بگیرید. من همیشه گرامر رو به ملات مقایسه میکنم و کلمه رو به آجر. شما نمیتونید یک دیوار رو بدون ملات یا فقط آجر بچینید و هم بره بالا، نمیشه. یه تکونش بدیم میویزه. و یا اینکه شما نمیتونید یک دیوار رو با ملات فقط با سیمان مثلا بسازید، نمیشون که اصلا دیوار نیست. شما هم کلمه لازم دارید و هم گرامر، هم آجر لازم دارید. حالا خیلی کلاسیک دارم مثال میزنم، هم آجر لازم دارید و هم سیمان. اینا باید با هم در کنار هم در دل هم استفاده کنید که رشد کنید. این مثال دیوار رو فراموش نکنید، هر دو رو با هم نیاز دارید. خب پست پرفکت عزیز، من خیلی دوستش دارم، خیلی خوبه. یکم که عادت کنید به استفاده از پست پرفکت. میگین من تا دیروز چجوری صحبت میکردم بدون پست پرفکت. خب پس فرمش رو بهتون گفتم، فانکشنش هم بهتون گفتم، had علاوه پی پی و سیمپل پستم اون کلاس دیگهش باید باشه. خب حالا لزوما نمیخواد سیمپل پست باشه، کانتکست هم باشه اوکیه. مثلا من و شما وسط یک کانورسیشنیم، داریم دیشب
یه اتفاقی افتاده، مثلا دیشب مهمون داشتیم، داریم کلا راجع به قبل از اومدن مهمونا صحبت میکنیم. قبل از اومدن مهمونا مثلا من اون کار کرده بودم، اون کار دیگه نمیخواد توی تک تک جملاتمون بگیم قبل از اومدن مهمونا، قبل از اومدن مهمونا، قبل از اومدن مهمونا. اصطلاحا میگیم به اون میگیم کانتکست، یعنی زمینه داستان. این داستان چیه؟ داستان قبل از اومدن مهمونه. دیگه نمیخواد 50 بار سیمپل پس رو تکرار کنین اونجا. وقتی کانتکست باشه نمیخواد تکرار کنین. وقتی کانتکست نباشه اون سیمپل پس میاد یه کانتکست براش درست میکنه. یعنی قبل از اون عمل اون اتفاق دیگه افتاده بود. خب فانکشناش میبینین، نوشتم earlier past. earlier past یعنی چی؟ یعنی یک گذشته زودتر. خیلی قشنگه اینجوری یاد بگیرین، یک چیزی که قبل از یک چیز دیگه، یک عملی که قبل از یک عمل دیگه در گذشته اتفاق افتاده بود و تمام شده بود. نوشتم to give reasons for past actions. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. شما میتونید past perfect رو با کلمه because استفاده کنید که دلیل بدید. خب اینم همون earlier past درش هست. منفیش رو نگاه کنید. I called him because I hadn't talked to him for 2 days. بهش زنگ زدم چون 2 روز بود باهاش صحبت نکرده بودم. 2 روز بود بهش زنگ نزده بودم قبل از اون لحظه که بهش زنگ زدم. مثلا I called him last night. من دیشب بهش زنگ زدم because I hadn't talked to him for 2 days. چون که از 2 روز قبل از دیروز ها، از 2 روز قبلش بهش زنگ نزده بودم، نه از 2 روز قبل از الان. بزنین مثلا ما عوض کنم. مثلا من هفته پیش، حالا دیروز گیج نشین، هفته پیش به دوستم زنگ زدم چون 2 روز بود بهش زنگ نزده بودم. 2 روز از هفته پیش ها، نه از امروز، حواستون باشه. چون 2 روز بود بهش زنگ نزده بودم. و because به راحتی میتونید جمله بسازید که آخرای این ویدیو بهتون میگم چجوری خودتون به آسونی به تنهایی سعی کنید اینو یکم اکتیویت کنید توی ذهنتون و سعی کنید راه بندازید خودتون رو، چه معلم دارید چه خودتون به تنهایی. بهتون یاد میدم. خب حالا میخوام یه کار خوبی انجام بدم براتون. کلی حالت چجوری بگم، سوال تست مانند آوردم. خب خیلی وقت چون گرامر سخته، ببینید خیلی از گرامرهای متوسط و آسون رو شما همجون اورالی یاد میگی. یعنی اورالی یعنی چی؟ یعنی رو هوا، یعنی کلامی، یعنی همجون رو هوا یاد میگی، یعنی حرف بزنیم یاد میگیرید. ولی خیلی از گرامرهای سخت رو، خب مثل پرزنت پرفکت، مثل پاست پرفکت، نمیتونید رو هوا با همجور حرف زدن معلم یاد بگیرید. شما اورال کنترولد پرکتیس هم لازم دارید، ولی قبل از اون ریتن کنترولد پرکتیس لازم دارید. یعنی یک تمرین کنترل شده، یک کتبی لازم دارید و بعدش کلامی، اورال زبانی کلامی لازم دارید. خب و بعدش دیگه باز فری پرکتیس. برای همین ازتون میخوام که همین الان تو دفترتون اینا رو بنویسین، تک تک این جملات رو بنویسید. خب 12 تا جمله. خب من همینجور که اینا میبینید این 12 تا جمله ما میخوایم با هم کاملشون کنیم، یکی یکی میخوایم با هم بخونیم کامل کنیم. خیلی هم سریع نمیخوام الکی وقت بگیرم، فقط میخوام بهتون یاد بدم که چجوری بفهمین کدوم عمل اول بوده کدوم نبوده. When they، خب فعل get to the station، the train already leave. خب already که از اون قیدهایی که با perfect ها میاد. همه اینو میبینم میگم که این باید past perfect بشه. یک کدوم از اینا ما باید past perfect استفاده کنیم، یک کدوم simple past. و من به این فکر نمی کنم که already وجود داره یا نه، من به این فکر میکنم که کدوم عمل اول اتفاق افتاده. وقتی ما رسیدیم به استیشن، ایستگاه، قطار رفته بود. خب معلومه قطار اول رفته بعد ما رسیدیم دیگه. خب پس این میشه چی؟ میشه پس پرفکت اینه. When they got to the station, the train had already left. با همین سادگی. When they got to the station, the train had already left. Already هم بین اینا میاد. باید از حفظ کنیم. She be very cold because she not take her coat. سردش بود چون کتشو نیاورده بود. معنیش فکر کنین. خب اول کتر نیاورده بوده دیگه، بعد سردش شده. خب بی که صرف میشه دیگه، گذاشتش چیه؟ was over. She was very cold because she hadn't taken. Taken چیه؟ پس پارسیپل تیک. همینو بلد نیستین. همینو بلد نیستین. میبینین she hadn't took. من میدونم. بعدش. The printer not worked because he not turned it on. کار نکرد چون روشنش نکرده بود. خب معلومه دیگه، اول باید روشن کنه بعد کار کنه دیگه. The printer did not work. فعل کمکی سیمپل پس چی بود؟ did not. Did not work because he hadn't turned it on. چون روشنش نکرده بود. اوکی. Okay. He hadn't turned it on. Turned it on. این یک فرآیند زبانی اتفاق میفته به نام
کاتینیشن. یه ویدیو دیگه ساختم راجع به این فیچرز اف کانکتد اسپیچ، چجوری اینا رو به هم بچسبونید تو انگلیسی مثل نیتیو حرف بزنید. اینجا لینکش رو میذارم، اونم ببینید، عالیه، برای فلوئنسی و اسپیکینگ کمکتون میکنه. بعدش I'm not taking a photo of the crocodile because I forget to charge the battery. اول باید باتری شارژ میکرد دیگه، بعد نتونست عکس بگیره. I did not take a photo of the crocodile because I had forgotten to charge the battery. خب و همین سادگی این چهار تا ما با هم انجام دادیم، بقیه هم خودتون انجام بدین. الان بهتون میگم، ولی میخوام قبل از اینکه به جواب من گوش کنین ویدیو پاس کنین، خودتون انجام بدید. یه چهار تا با هم مثال انجام دادیم، خب چون معلم اول باید انجام بده، یاد بگیرید بعد خودتون انجام بدید. حالا از الان به بعد قبل از اینکه به جواب من گوش کنید خودتون فکر کنید، بعد جواب منو گوش کنین دیگه. اوکی. They never fly before and they were nervous. میگه پرواز نکرده بودن و خیلی نگران بودن. خب اول باید قبلش پرواز میکردن دیگه. They had never flown. همین فلون هم بلد نیستین. Fly, flew, flown. They had never flown and they were very nervous. خیلی nervous و نگران بودن. When he arrived at the pool, he realized not bring his swimsuit. میگه مایهشو نیاورده بود. خب اول مایه نیاورده، بعد که رفته فهمیده دیگه. When he arrived at the pool, he realized he hadn't brought his swimsuit. سیمسوتشو نبرده بود با خودش. She just have dinner so he not hungry. میگه همین الان غذا خورده بود در گذشته. just یادتونه بهتون تو present perfect گفتم میشه همین الان غذا خورده بود پس گشنش نبود. She had just had dinner. had اولی فعل کمکیه، had دومی فعل have، فعل اصلیه که پس participle شده had. پس اینا باید قاطع نکنین. had اولی کمکیه، had دومی فعل اصلیه که پس participle شده. She had just had dinner so she was not hungry. تازه غذا خورده بود پس گشنش نبود. She have to pay again because she lose her ticket. خب بلیط رو گم کرده بود، مجبور بود دوباره پرداخت کنه دیگه. میبینید grammar translation method، اون ویدیویی که بهتون گفتم ببینید. من همه دارم ترجمه میکنم فارسی دیگه، چی دیگه، شاخه قول میخوایم بشکنیم دیگه. از این بهتر، از این آسان‌تر، واقعا از این راحت‌تر فارسی، فقط فارسی برای خودتون ترجمه کنید. GTM grammar translation method. این GTM باید جا بیفته توی ها. باید شما گرامر رو با ترجمه یاد بگیرید. گرامر ها، گرامر، نه کالوکیشن ها. کالوکیشن ها خیلی هاشو نمیشه ترجمه کرد. متوجه شدید؟ نمیشه. مثلا take a shower، حالا میشه دوش گرفتن. مثلا go to the gym، اون day یعنی تو انگلیسی definite article، رفتن به آن جیم خاص. نه آقا این کالوکیشن ها سیفز کن، اون day هیچ فانکشن گرامری نداره. سعی نکنید معلم های عزیز گرامری توجیهش کنید، اون هیچ فانکشن نداره، نه استثناء نه چی، باید اسفسش کنید. کالوکیشن کدام بودیم؟ هفت رو خوندیم، هشت. یه بار دیگه. She had to pay again because she had lost her ticket. چون که تیکتش رو گم کرده بود پس مجبور بود دوباره پول بدهد. The waitress ran after him because he not paid the bill. خب پول رو نداده بود، اونم رفت دنبالش دیگه. The waitress ran after him because he hadn't paid the bill. به همین سادگی. The fire engine. fire engine یعنی ماشین آتش نشانی. Fire engine arrived after the fire go out. میگه اول آتش خاموش شد و بعد نرسیدن. The fire engine arrived after the fire had gone out. به همین سادگی. They can speak French because they learn it in school. میگه میتونستن صحبت کنن چون تو مدرسه یاد گرفته بودن. They could speak French because they had learned British, learned American because they had learned it in school. She be tired because she be in line all night. خب میگه خسته بود چون تمام شب توی صف واسطه بود. She was tired. خب وازش سیمپل پستش چی بود؟ was over. She was tired because she had been in line. Be perfectش چی بود؟ been بود دیگه. She had been in line all night. به همین سادگی. از این ساده تر نمیشد بهتون دست بدم. خب الان شما میدونی چیکار میکنی؟ این میبندین میمه خودتون مثال میمیسی؟ نه. الان شما باید اینا به این اسفس کنید، این 12 تا رو اسفس کنید، همشون رو اسفس کنید. 5 تاشو الان اسفس کنید، 5 تاشو نیم ساعت دیگه. خب همه اینا رو اسفس کنید. اسفس کردن خیلی کمکتون میکنه. یادگیری زبان یه فرآیند مغزیه. شما مغزتون فعال بشه، اکتیویت بشه موقع یاد گرفتن زبان. همینا رو اسفس کنید. خب یه بار دیگه به این جملات نگاه کنید. یه نکته خیلی ویز و قشنگ تو اینا هست. یادتونه اون وقتی یه فانکشنی بهتون گفتم 5 دقیقه 10 دقیقه پیش یه فانکشنی بهتون گفتم، گفتم آخر ویدیو بهتون توضیح میدم با because برای دادن دلیل. ببینید تو این جملات چند تا because میبینید؟ یکی، دو تا، سه تا،
4 تا 5 تا 6 تا 7 تا از 12 تا 7 تاشو با بیکاز آورده. شما به راحتی و قشنگی میتونید پس پرفکت رو با بیکاز استفاده کنید. میدونید من خودم سر کلاسام برای اینکه ببینید میخوام یکم از تدریس بهتون یاد بدم، قوانین تدریس. وقتی معلم میخواد چیزی به شما درس بده، اول باید شما رو پرزنتیشن داشته باشه، گرامر رو به شما درس بده، بعد از اینکه درس داد یه کنترل پرکتیس داشته باشه، حالا اول ریتن بعد اورال، بعد کم کم بره به سمت فری پرکتیس، تمرین آزادانه. حالا کنترل و فری هم نمیدونین چیه، یه ویدیو ساختم اینجا میذارم باز اونو برای کنترل و فری ببینید، اینم خیلی خوبه برای فلوئنسیتون، خیلی خوبه حتما ببینیدش. خب خودم هم بهتون گفتم دیگه فری پرکتیس داشته باشه. حالا فری پرکتیس الان فرض میکنم که من شما اینا هم خوندین، اینا انجام دادین، پاس کردین قبل از من، انجام دادین، درست جواب دادین. حالا کنترل اورال پرکتیس خب دیگه نمیشه داشته باشید دیگه. و الان میخوایم فرض کنیم فری پرکتیس داشته باشیم. شاگرد خودم، من با شاگرد خودم چه کار میکنم؟ من با شاگرد خودم یه سیچویشن خیالی براش ایجاد میکنم، میگم یه جمله خیالی بهش میگم controlled oral practice، میگم اینو ترجمه کن به انگلیسی. بعد از اینکه ترجمه کرد میگم حالا یه داستان براش بساز. مثلا فکر میکنم به شاگردم میگم بگو دیشب وقتی دوستم وقتی بابام رسید خونه من غذا خورده بودم. یه جمله ساده، با جملات ساده شروع میکنم، نه جملات خیلی سخت و پیچیده. خب میگه I had already، شاگردم میگه I had already eaten یا eaten dinner when my dad arrived last night. من بهش دست میزنم میگم آفرین، میگم خب حالا یکم اینو برام داستان تعریف کن، خیالیه دیگه، یکم برام داستان تعریف کن. چون که حالا یکم یه وسط پرانتز یه چیزی بهتون میگم، میگین خب چرا خیالی، چرا از دنیای واقعی نگیم؟ این احتمال اینی که یه زبان آموز بتونه از دنیای واقعی پس پرفکت بسازه خیلی کمه، چون که گرامر سختیه. باید با این سیچویشن های خیالی شروع کنید معلم های نازنین، باید با این سیچویشن های خیالی شروع کنید، کم کم وقتی یاد گرفت تو ذهنش تثبیت شد خودش استفاده میکنه، شما نگران نباشید. خب بهش میگم حالا خیالی داستان برای این بساز. مثلا میگه last night، حالا من همیشه به شاید میگم سعی کن یه رنجی از گرامر استفاده کنید، چون توی آیلتس باید یه رنجی از گرامر استفاده کنید. میگه خب last night I felt really hungry and it was really late at night and my dad had not come home yet. خب اینا خودش پس پرفکت شد، نه نمیخوام پس پرفکت بگم، بذارین نوازش کنم. Last night I felt really tired and I was really hungry and my mom was not at home. My mom and dad were not home and I was at that time I was using my computer. And suddenly I felt really hungry. So I decided to cook for myself and I made an omelette for myself and I enjoyed that. And after that my parents arrived and they had bought a pizza. میگه اینجا می پس پرفکت دیگه گفتم، پیتزا خیلی بودن. They had bought a pizza. They asked me to come and eat but I was not hungry because I had already eaten before they arrived. یه همچین چیزی، حالا یکم خیالی بود دیگه، حالا همچین یه چیزی پرفکتی نبود، خیالی بود دیگه. اوکی یه جمله خیالی برای خودتون بسازید، بعد برای همون خیالی داستان درست کنید. خیلی کار عالیه، خیلی کار خوبیه. و اون داستانی که گفتین اگر فیدبک گرفتین، اگر مطمئن بودین درسته، خب الان من توی همین داستانم مثلا سیمپل پست استفاده کردم، پست کنتینیوس هم استفاده کردم، دو سه جاش میتونستم آنست بهتون بگم، دو سه جاش میتونستم پست پرفکت و پست پرفکت کنتینیوس استفاده کنم، ولی هی آگاهانه جملاتم عوض میکردم که اونا رو استفاده نکنم. یعنی نچرال بود که در اون لحظه پست پرفکت و پست پرفکت کنتینیوس استفاده کنم، ولی آمدانه عوضش میکردم که اونا رو استفاده نکنم، و همین یکم مصنوعی بود. خب پس چی شد؟ یه جمله خیالی درست کردیم، یه داستان براش گفتیم، و این داستانی که یه بار تعریف کردیم، فیدبک حالا از معلمتون گرفتیم یا خودتون تونستین مانیتور کنید، صدای خودتون رو ضبط کنید، دوباره گوش کنید، به احتمال زیاد خودتون غلطای خودتون رو میفهمید. اونو بعد از اینکه مطمئن شدین درسته، دو بار سه بار تمرین کنید، تکرار کنید که فلوئنت بشین. دفعه اول که چیزی رو تکرار میکنین هدف اکیورسیه، گرامره. دفعات دوم سوم هدف فلوئنسی باشه. یعنی دیگه عوضش نکنید، یک کلمه بالا پایین نکنید. حالا یک کلمه نه، منظور اینه که باز یک جنبه جدید اضافه کنید، مثلا خواهرتون هم اضافه کنید، خواهرم هم آقا گفت منم گشنمه، نه دیگه نمیخواد، چون هدف دفعه دوم سوم چهارم هدف فلوئنسیه،
ما به این کار میگیم تسک رپتیشن. ما میخوایم با تکرار یک تسک به فلوئنسی برسیم. پس دفعه اول فوکستون رو گرامر باشه، دفعه دوم همون رو 2 بار 3 بار 4 بار 6 بار تا شب تکرار کنید که بشه تسک رپتیشن و به فلوئنسی برسید. امیدوارم موفق و معید باشید. از این بهتر دیگه نمیشد، از این قشنگتر نمیشد. پس پرفکت رو بهتون دست داد. کلی هم مثال، کلی هم تمرین، حتی تو اسپیکینگ هم بهتون گفتم چجوری استفادهش کنید. این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. خیلی زحمت میکشم برای این ویدیو. خیلی بهتونم گفتم قبلا تمام محبت های آیلتس رو دست دادم. اون ویدیویی که بهتون یاد میدم مسیر رو براتون فراهم میکنم حتما ببینید. قشنگ بهتون یاد میدم چجوری خودخوانی کنید. کامل 80-90% مسیر رو بدون معلم ببینید. حتما ببینید اون ویدیو رو. و اینستاگرام منو دنبال کنید. اونجا اخبار اتلیه جدیدی بود، حتما مطلع بشین، چون من تمام مهارت های آیلتس رو میخوام دوره آموزشی درست کنم. خواستید به زبان فارسی، خواستید میتونید تهیه کنید، نخواستیدم به این 100% رایگان به زبان انگلیسی توی یوتیوب ببینید. نوشی جونتون. همین دیگه. سابسکرایب کنید، برای دوستاتون هم بفرستید و چندین بار این پلیلیست تنس ها رو نگاه کنید. به این داخل یوتیوب پلیلیست تنس ها یا گرامر ها، اونا رو به ترتیب میچینم، به همون ترتیبی که من چیندم نگاه کنید. اگر وارد گرامر شدین به همون ترتیب، خب تنس ها که خود به خود به ترتیبه، ولی گرامر ها چون گرامر های مختلف درس میدم، اگر دیدین اینو قبل از اون، اونو قبل از اون گذاشتم، یعنی شما نیاز بوده اونو بدونید بعد اینو نگاه کنید. یکم دقت کنید که به اون ترتیبی که من چیدم نگاه کنید. حسنا باشین، توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.